واکنش‌ها به شکست سنگین آلمان‌ها مقابل اسپانیا، کریستیان اریکسن در شرف انتقال شوکه کننده، احتمالاً بازی شدن سرخی و گورو و لیون مسی در نیوکمپ و چند تا خبر دیگه. سلام، خیلی خیلی خوش اومدیم. من سجاد هستم، اینجا گپ اسپورت و این سوم سری از اخبار روزانه ماست. پس برو بریم. پری شب یکی از بدترین، یا شاید بشه گفت بدترین به تنهایی شبهای آلمان ها بود. ماتادورها یا بروزی ملی برای تیم ملی آلمان درست کردن و کاری کردن که هواداره این تیم تا مدت های باخت سنگین از یادشون نره. اما میخوایم بریم و چند تا از واکنش هایی که نسبت به این باز اتفاق افتاد رو با هم دیگه ببینیم. اول از رسانه‌های اسپانیایی شروع کنیم که از این برد تیمشون حسابی خوشحال بودن. با تیترهای مثل نمایش تاریخی مقابل آلمان، رقص تاریخی، زمان بزرگی، ضربه تاریخی، شادی خودشون رو از این برد اعلام کردن. اما اون طرف شرایط کاملا برعکس بود و استرو و رسانه‌های آلمانی انتقاد تندی نسبت به این باخت وحشتناک تیمشون داشتن. اول هفته نامه بیل بود که با تیتر فاجعه یوگی به استقبال این باخت وحشتناک رفت. بعدش هم خود نشریه بیلی خبری منتشر کرد و گفت که فدراسیون آلمان قصد داره هانسی فلیک سرمربی بایرن رو جایگزین یواخیم لو در تیم ملی آلمان بکنه. اما مسعود اوزیل ستاره مرحوم و کنار گذاشته شده از تیم آلمان هم به این باخت واکنش نشون داد و یه توییت زد و یک جور نصیحت همراه با کنایه رو به یوگی لو زد. توی توییتش نوشته بود که به نظرم حالا وقتش بواتنگ به تیم ملی برگرده. اما باستین شوانشتاگر اسطوره آلمان ها هم در مورد این بازی گفت: من اصلا روحیه جنگندگی توی تیم ندیدم. ما هیچ رهبری تو زمین نداشتیم و توی زمین فقط صدای اسپانیایی رو میشنیدیم که با هم صحبت میکردن. الان نباید خیلی مسئله رو بزرگ کنیم، اما این تیم اصلا شرط خوبی نداره. من بازیکنان رو هم مقصر میدونم و بازیکن باید جایگاه اون لباسی که به تنش کرده رو بدونه. اما هوادارهای آلمان هم اصلا از این باخت راضی نبودن و واکنش های تندی و نسبت به این باخت داشتن. من خودم یه واکنش از یکی از دوسته عریضم دریافت کردم که به صورت وایس برام فرستاده بود، اونو با هم بریم بشنویم. به نظرم خیلی بامزده بود. بابا شرفمون رفت بسته دیگه، 14 ساله نشستی رو نیم کرد بالا نگاهن رو نیم کرد. چرا قبول نمی کنی داد تکشیده؟ آخه اولاق چطوری با گنابری و سانو ورنر نتونستی یه شوت بزنی؟ آخه چطوری؟ آقا من نمیدونم، شرف ما رفته به والا. من سرمو دیگه نمیتونم جلو دوستان بالا بگیرم. بابا اوکراین 10 تا بازیکنش کرونایی بودن، تیم جوانان بود. آقا یواخیم لو برو، فقط برو. اما بعد از بازی و نتیجهش به انتقادات تندی که نسبت به یوگی لو و تیم ملی آلمان شد، خیلی منتظر بودن یواخیم لو از تیم ملی آلمان استعفا بده یا اخراج شه. اما نشریه بیلد یه گزارشی تهیه کرده و توی اون گفته بود که اصلا نه خبر از استعفا هستش نه خبری از اخراج. اولیویر بیلهوف مدیر ورزشی تیم ملی آلمان با یوگی لو مذاکرات داشته بعد از بازی با اسپانیا و این مربی مطمئنا تا پایان یورو سرمربی آلمان باقی خواهد موند. کریستیان اریکسن بازیکن اینتر که وقتی از تاتنهام به اینتر اومد خیلی ها روش حساب میکردن و بهش امیدوار بودن. اما شرایط برای این هافبک بازیساز خوش استایل دانمارک اونطور که بعدش شاید خوب پیش نرفت. از همون اول کنته نتونست جای مناسبی برای اریکسن توی ترکیب اصلی خودش پیدا کنه. بعدن هم این دوتا مساوی داشتن و معلوم شد که شرایط نه تنها خوب نیست، انگار داره از قبل هم بدتر میشه. اما حالا آرسنال رقیب دیرینه تیم قبل کریستیان اریکسن، مثل اینکه وضعیت اریکسن رو دنبال میکنه و مصممه که یه انتقال جذاب رو برای هوادار خودش رقم بزنه. آرسنالیا که اول فصل ویلیان رو از چلسی رقیب سنتی دیگه‌شون جذب کردن، حالا امیدوارن تا اریکسن رو هم که یکی از بازیکن‌های سابق تاتنهامه که اتفاقا خیلی هم درخشان بازی میکرد تو لیگ برتر رو هم جذب کنن، ترکیبشون قوی‌تر کنن تا بتونن به روزای رویای مد نظر خودشون نزدیک‌تر بشن. سرخیو آگورو اسطوره سیتیزن ها بهترین گلزن تاریخ این باشگاه که هنوز قراردادش تمدید نکرده، فعلا خبری هم نیومده که مذاکرات شروع بشه و اینا، و طبق قانون از ژانویه میتونه با تیم‌های خانه خودش وارد مذاکره بشه. اما آلوارز هایا خبرنگار آرژانتینی و کسی که میگن نزدیک به سرخیو آگورو گفته که سرخیو دوست داره فصل بعد تو نیمکمپ و همراه با مسی توپ بزنه. گرچه به خاطر دستمزد بالا سرخیو آگورو گفته میشه شاید این انتقال یکم پیچیده شه، اما از اونجایی که خب قراردادش با سیتی تمدید نکرده سرخیو آگورو
و لازم نیست بارسا زیاد دست به جیب بشه، زیاد هم دور از ذهن نیست که این انتقال اتفاق بیفته. و همین چند وقت پیشم بود که شنیدیم مسی دو تا شرط گذاشته بود برای سیتیزن ها و اونم اینه که یکی اگورو بمونه توی سیتی، یکی هم پپ، که خب حالا انگار داره برعکس میشه، آگورو داره میره سمت مسی و حالا باید منتظر باشیم ببینیم که سرانجام داستان این دو نفر به کجا خواهد کشید. اما بریم سراغ چند خبر کوتاه دیگه که براتون بگم بعدش خدافظی کنیم. شروع کنیم از لیورپول و صلاح که دوباره تست کروناش مثبت شده و حالا نمیتونه برگرده لیورپول، و مصدومیت رئیس ویلیامز یکی از معدود دفاعی که برای یورگن کلوپ باقی مونده و که اونم دیگه نداره. مثبت شدن تست کرونا لوئیس سوارز، لوکاس توریرا و محمد النی توی چند روز گذشته که خب سوارز و توریرا بازی حساس با بارسا روز شنبه رو هم از دست دادن. آداما تروره وینگر گولاخ وولورهمپتون که مثل اینکه پیشنهاد تمدید قرارداد این تیم رو رد کرده و خانه پیوستن به یکی از دو تیم بارسا یا رئال هستش. و داستان رئال و راموس که مثل اینکه مدیر رئال از مواضع خودشون پایین اومدن و اون سنت پیشنهاد یه سال دادن به بازیکن 30 سالو گذاشتن کنار، مثل اینکه میخوان یه قرارداد دو ساله به کاپیتان راموس پیشنهاد بدن و باید توی چند روز یا آینده نزدیک منتظر بمونیم تا خبر رسمی شدن این تمدید قرارداد رو با هم دیگه بشنویم. خب رسیدیم آخر ویدیو، خیلی ممنون که ما رو تا اینجا تماشا کردین. اما یادتون نره که ما هر هفته قرار ویدیو فوتبال منتشر کنیم، پس اگه به محتویات فوتبالی علاقه دارین اول که یادتون نره ما رو سابسکرایب کنین، دومن اون علامت زنگوله کوچیکی کنارش هم که بزنید به معنی که ویدیو هستم تا منتشر شه شما متوجهش میشین و میتونید بیاید ببینید. شاید هم از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک بزنید چون ما خیلی کمک میکنه. مراقب خودتون باشید و منتظر ویدیو بعدی ما هم باشید. خدا نگهدار.